ششمین روز تیر ماه برابر با 27 ژوئن سال 1259 خورشیدی برابر با 1880 میلادی زادروز هلن کلر نابغه نابینا و ناشنوای آمریکایی. هلن آدامز کلر که در 19 ماهگی بر اثر بیماری شنوایی و بینایی خود را از دست داده بود، در 6 سالگی از سوی پدر و مادرش نزد الکساندر گراهام بل مخترع تلفن برده شد تا آموزش‌های لازم را دریافت نماید. گراهام بل هلن را به یک معلم معرفی کرد و این معلم با جدیت به آموزش وی به صورت‌های مختلف پرداخت. سرانجام این معلم از راه لمس انگشتان توانست با هلن ارتباط برقرار کند و چون هلن هوش و استعداد سرشار داشت، به زودی خواندن و نوشتن و حتی سخن گفتن خیلی ناقص را فرا گرفت. او چنان در این زمینه‌ها ترقی کرد که مایه شگفتی همگان شد و حتی زبان فرانسه و آلمانی را نیز فرا گرفت. هلن کلر توانست در 20 سالگی مقاله بنگارد و در 24 سالگی برنده درجات علمی گردد. هلن کلر کشف کرد که بسیاری از مردم او را دوست دارند. از این رو تصمیم به نوشتن زندگی نامه خود گرفت و علاوه بر آن بیش از 40 کتاب، مقالات متعدد و رساله‌های بیشمار درباره نحوه تفکر و تحصیل نوشت. وی معتقد بود هر چیزی شگفتی‌های خود را دارد، حتی تاریکی و سکوت. من به لطف خدای خود آموختم در هر حالتی که هستم از آن خوشنود باشم. هلن کلر سرانجام در سال 1968 میلادی در 88 سالگی درگذشت. سال 1287 خورشیدی برابر با 1908 میلادی قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان علیه استبداد محمد علی شاه قاجار. سرانجام بی‌اعتنایی محمد علی شاه قاجار به مشروطیت و مخالفت با مشروط خواهان و سرکوبی آنان و به توپ بستن مجلس شورای ملی، مردم ایران را به شورش واداشت و در این راه مردم تبریز از دیگران پیشی گرفتند. در این میان دو تن از مردان تبریز به نام‌های ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی به جمع مردم پیوستند و به رهبری قیام مردمی پرداختند. این دو با همراهی مردم در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه قاجار به مدت 11 ماه مقاومت کردند و از ورود نیروهای دولتی به شهر ممانعت نمودند. سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی ترور نافرجام سید علی خامنه‌ای امام جمعه تهران در مسجد ابوذر. تعدادی از اعضای گروه فرقان که پس از ترورهای سال 1358 دستگیر و اعدام نشده بودند، گروه رهروان فرقان را تأسیس کردند و در ضبط صوتی بزرگ که بر میز سخنرانی خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران قرار داشت، بمبی کار گذاشتند تا بمب هنگام سخنرانی سید علی خامنه‌ای منفجر شده و او کشته شود. اما بمب به طور کامل عمل ننمود. امام جمعه تهران و نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع از این سوء قصد که ممکن بود به مرگ وی بیانجامد جان سالم به در برد، ولی جراحات شدیدی بر او وارد شد.